سه مدل پایان جهان. کیهان مملو از عجایب است که صبورانه در انتظار دقیق تر شدن هوش ما هستند. ایدن فیلپاتس سایه‌ای گذر می کند. اون چه که از گذشته جهان می دونیم، نظریه مهبانگ یا انفجار بزرگ به ما میگه که ماده، فضا و زمان حدود 14 میلیارد سال قبل از حالتی فوق‌العاده کوچیک و فشرده آغاز شد. اون چه در مورد زمان حال می دونیم، مشاهدات دانشمندان از حرکات کهکشان‌ها حاکی از اونه که کیهان با سرعت بالایی در حال انبساطه. اما از آینده چی میدونیم؟ آیا میدونیم جهان چگونه به پایان میرسه؟ کیهان شناسان سه پاسخ احتمالی برای این پرسش دارن: انجماد بزرگ، گسست بزرگ یا مهگسست و فشردگی بزرگ یا مهرمب. برای فهمیدن این سه سناریو، دو شی رو به عنوان دو کهکشان در نظر بگیرین. تو این سیستم یه نوار لاستیکی کوتاه و محکم این دو شی یا دو کهکشان رو کنار یکدیگه نگه می‌داره، یعنی همون نیروی جاذبه یا گرانشی. از طرف دیگه دو قلاب رو نیز فرض کنین که مدام این دو کهکشان رو از یکدیگه دور می‌کنن، یعنی همون نیروی دافع یا رانشی که موجب انبساط کیهان میشه. با تعمیم سیستم میون این دو کهکشان فرضی به کهکشان‌های دیگه، چیزی شبیه به کیهان واقعی خواهیم داشت. نتیجه کشمکش میون این دو نیروی متضاد چگونگی پایان جهان رو مشخص میکنه. اگه نیروی دافعه میون این اجرام به قدری قدرتمند باشه که به واسطه انبساط زیاد حالت کشسانی نوار لاستیکی از بین بره، سناریوی انجماد بزرگ اتفاق میفته. تو این حالت اگرچه انبساط دیگه شتاب نمیگیره، اما جهان همچنان در حال بزرگ شدنه. خوشه های کهکشانی از یکدیگه دور میشن، اجرام درون کهکشان‌ها از قبیل خورشید و سایر ستارگان، سیارات و منظومه شمسی به قدری از یکدیگه دور میشن که در نهایت کهکشان‌ها به اجرام منفرد شناور تو فضای لابتناهی تبدیل بشن. نور ساطع شده از اونها با انتقال به سرخ، طول موج بلند و انرژی کم و رو به زوالی خواهد یافت و گاز متساعد شده از اونها به قدری ضعیف میشه که توانایی تشکیل ستاره جدیدی رو نخواهد داشت. در نتیجه عالم هستی تاریکتر و سردتر میشه و به حالت یخزدگی میرسه که به اون مرگ گرمای کیهان میگن. اما اگه نیروی دافعه به قدری قدرتمند باشه که با کشیدن بیش از حد نوار لاستیکی موجب پاره شدن اون بشه، چه اتفاقی میفته؟ اگه کیهان با همون شتاب به انبساط ادامه بده، در نهایت نه تنها به نیروی جاذبه غلبه میکنه و باعث از هم پاشیده شدن کهکشان‌ها و منظومه شمسی میشه، بلکه موجب متلاشی شدن نیروهای الکترومغناطیسی قوی و ضعیف هسته‌ای نیز میشه، یعنی همون نیرویی که اتم‌ها و هسته‌ها رو کنار هم نگه می‌داره. در نتیجه ماده‌ای که ستارگان رو می‌سازه به تکه‌های ریز خورد میشه. ذرات اتمی و زیر اتمی نیز تخریب خواهند شد. به این مدل گسست بزرگ یا مهگسست میگن. اما تو سناریوی سوم، یعنی زمانی که نوار لاستیکی به این نیرو فائق بیاد، چه اتفاقی میفته؟ این موضوع به آینده احتمالی بستگی داره که توی اون نیروی جاذبه وقفه‌ای در انبساط کیهان ایجاد و سپس اون رو معکوس کنه. تو این حالت کهکشان‌ها با شتاب به طرف یکدیگه کشیده خواهند شد و با جمع شدن کنار هم جاذبه گرانشی اونها قدرتمندتر میشه. ستارگان نیز با پرتاب شدن به طرف یکدیگه به هم برخورد میکنن. با متراکم تر شدن مداوم فضا دما افزایش پیدا میکنه. اندازه کیهان تا حدی تنزل پیدا میکنه که همه چیز توی فضای کاملا متراکمی فشرده میشه و حتی اجزای اتمها و زیر اتمها توی هم مچاله خواهند شد. در نتیجه کیهانی به شدت متراکم، گرم و در هم فشرده باقی خواهد موند. یعنی درست شبیه به اون چه که کیهان قبل از انفجار بزرگ تجربه کرده. به این مدل فشردگی بزرگ یا مهرمب گفته میشه. آیا این جرم متراکم شده میتونه به انفجار بزرگ دیگه ای منجر بشه؟ آیا عالم هستی میتونه بارها و بارها منبسط و منقبض شدن و تجربه و گذشته خود رو تکرار کنه؟ نظریه‌ای که چنین کیهانی رو توصیف میکنه به جهش بزرگ معروفه.
در حقیقت راهی برای فهمیدن اینکه پیش از این چند جهش اتفاق افتاده یا در آینده چند جهش دیگه اتفاق میفته وجود نداره. در واقع هر جهشی سابقه پیشین کیهان رو پاک کرده و از بین میبره. کدوم یک از این سه سناریو به وقوع خواهد پیوست؟ پاسخ به وضعیت دقیق کیهانی بستگی داره، یعنی میزان انرژی تاریکی که تو خودش نگه میداره و تغییرات حاصله در میزان انبساط. در حال حاضر مشاهدات ما پیش بینی میکنه که به طرف یخبندان بزرگ در حرکتیم، اما خبر خوب اینه که احتمالاً 10 به توان 100 سال تا یخزدگی کیهان فاصله داریم. بنابراین عجله نکنین، چون برای تهیه دستکش هنوز فرصت باقیه. دوبله شده در مؤسسه فرهنگی بامداد امید سبا.